با یه سلام دوباره مهمون خونهاتون میشیم با یه برنامه جدید. امروز میخوام از زنجیره غذایی غذای ایرانی خارج بشم و این اطمینان رو بهتون بدم که این غذا خوشمزه است و درستش کنید و میتونید ازش لذت ببرید. فقط یک مقدار تنده، ولی ادویه‌هایی که داخلش استفاده شده یه تندی داره که قابل تحمل و غذا رو خوشمزه میکنه. اسم این غذا بریانیه. بریانی رو بهتون توضیح بدم. بریانی غذا اورجینال هندیه که پاکستانی‌ها درست میکنن، ازبک‌ها درستش میکنن، افغان‌ها درستش میکنن. اکثر کشورها و اکثر کشورهای میدل ایستی این غذا رو میخورن و دوستش دارن. و اینم بهتون بگم، داخل رستوران خیلی از خارجی‌ها از این غذا خوششون میاد و اولین پیشنهاد سرآشپز بهشون بریانیه و دوستش دارن و میخورن. خب حالا میخوام بهتون بگم بریانی به دو دسته تقسیم میشه. ما یه بریانی مرغ داریم بهش میگن چیکن بریانی، یه دونه هم لم بریانی داریم. لم بریانی هم از لمشنگ گوسفند درست میشه و اینجا به این صورت سروش میکنن. حالا مواد تشکیل دهنده شو من بهتون بگم. نیاز به رب داریم، برای هر نفر نیاز به یه رون کامل داریم، بهش میگن مریلند چیکن، یه دونه رون درسته است. و سیر، پیاز و زردچوبه، کیوم یا همون زیره خودمون، نمک و نیاز به یک قاشق ماست معمولی داریم برای سه تا پرسی که من میخوام امروز درست بکنم. پس برای هر نفر یه دونه رون کامل مرغ. و اگر هم خواستید از لمشنگ استفاده کنید یا همون ماهیچه، برای هر نفر یه دونه ماهیچه میزنید و به ازای هر نفر یک برنج. خب در مورد بریانی من یه توضیحاتی بهتون بدم. این تشکیل شده از تقریبا 7-8 تا ادویه مختلفه و قیمتش هم گرون نیست، تقریبا $1.5 قیمتش. دو تا بسته داره که با هر بسته شما فکر میکنم بتونید دو وعده برای 3 نفر غذا درست بکنید. خب اینم ادویه هاشه. ادویه هاش چیزای آنچنانی نیست که بخوام بهتون بگم، ولی تهیه کردنش برای شما سخته. مثلا برگ بوه، نمیدونم توش زیره داره، فلفل سیاه داره، فلفل قرمز داره و خیلی مواد دیگه داخلش هست، ولی شما میتونید به راحتی تهیهش بکنید. اگه خواستید توی ایران هستید و این فیلمو میبینید، میتونید از بازار تهران ادویه فروشا بسته‌بندیشو تهیه کنید، یا میتونید از بازار ناصر خسرو یا از کوچه عربا میتونید به راحتی این ادویه رو تهیه بکنید. کسایی هم که توی ملبورن، تو استرالیا هستن یا هر جای استرالیا، توی سکشن میدل ایست فروشگاه کولز و وولورد، توی هر جفتش میتونید این ادویه رو به راحتی پیدا بکنید. خب من غذایی که دارم درست میکنم، از قبل 3 تا برنج خیس کردم گذاشتم کنار، 3 تا دونه پیاز، یعنی برای هر نفر یه دونه پیاز من استفاده کردم و برای هر نفرم 2 تا حبه سیر گذاشتم. یعنی اگه شما برای 10 نفر درست کردید، باید اینا رو ضریب 10ش بکنید. خب مواد لازممون هم که بهتون گفتم، فقط ما زیره داریم، نمک داریم و زردچوبه، چیزایی که من به این ادویه اد میکنم، ولی اوردی اینا داخلش هست. رب گوجه فرنگی داریم و این مرغا رو من با ساتور نصفش کردم. ببینید من قسمت مختلف زیادی رو برای بریانی استفاده کردم. روزهایی بود که من 100 پرسم از این غذا میپختم. ببینید من قسمت رونش رو انتخاب کردم چون استخون داره و بافتای چربی زیادی داره، باعث میشه که طعم خوبی به غذا بده، ولی وقتی که با سینه مرغ درست میکنی اصلا خوب در نمیاد. و استخونش هم جدا نکنید، با استخون بپزینش، ولی حواستون باشه بعد اینکه با ساتور خوردش کردی، خوردریزای استخون میاد تو دهن، حتما بشورینش کامل و کنار بذارید. اگرم ساتور نداشتید میتونید به بوچرتون بگید که با اره ببرتش. خب من میرم پای گاز و بهتون میگم که اونجا چی کار میکنم. خب این ادویه بهتون گفتم تمام و کمال همه چی داره، ولی دو تا چیز اگه میخواید به صورت حرفه‌ای بپزید، حتما توی سسش که داریم آماده میکنیم باید در نظر داشته باشید. یکی دو تیکه چوب دارچین حتما بهش اضافه بکنید، چون عطر دارچین خیلی مهمه توی این ادویه، ولی اوردی خودش داخلش داره، ولی خب من یه چند وقتی با این ادویه کار کردم و خیلی باهاش پختم، ولی من میگم کسر داره. یک مقداری دارچین و هلم اگه دوست داشتید پودرش میکنید، چند تا دونه هم پودر هل داخلش میریزید
ولی خودش هل کامل داخل بسته هاش هستش. خب من روغنمو گذاشتم، روغنمو گذاشتم داغ شده و اینجا پیازمو بهش اضافه میکنم. هم پیاز هم سیر هم زمان با هم میگه، چون پیاز داغشه میخوام بکنم، فقط میخوام یه تفت بخوره و پیازم نرم بشه. پیازم تا حدی که میتونی، من برای اینکه تو وقت فیلم سرسجی بشه پیازارم خورد کردم و آمادش کردم که شما کارتون راحت تر بشه. یه مقداری روغن، روغن ولی به اندازه معقول باید برش استفاده کنید. مثلا اگه برای 3 تا میخواید آماده کنید، روغنی که توی ماهی تامتون میریزید تقریبا 1/4 یا 1/3 یه دونه استکان باشه. روغن زیاد بهش اضافه نکنید چون برنجتون خیلی چرب میشه. وقتی هم که سوسش رو درست کردیم، یک مقدارش رو لابلای برنج میزنیم و آبش هم کنار نگر میداریم. یه سری آبش هم جداگونه وقتی که سرو میکنن میاره. خب یه تفت کوچیک من بهش میدم اینجا. حرارت گازم رو باید من بالا نگه دارم چون نمیخوام آب بندازه. توی این مرحله چوب دارچینا من بهش اضافه میکنم و هلم من قبلا آسیاب کردم، یه ذرم هل داخلش میریزم، ولی هل کامل تو خودش هستش. خب توی این مرحله نمکم رو بهش اضافه میکنم به اندازه 1/3 قاشق چای خوری، چون این نمک هم باید برنجم رو شور بکنه هم باید سسم رو شور بکنه. اینم هم همون کیومه یا همون زیره، پودر زیره، پودر شدهش رو حتما بریزید. اینم تقریبا به اندازه 1/3 بهش میزنم و زردچوبه. زردچوبه کاری که اینجا میکنه زخم مرغ رو میگیره و اینکه غذامون رو خوش طعم‌تر میکنه. اینو من خودم بهش اد کردم زردچوبه رو. اینم به اندازه که پیازتون رو کاملا زرد بکنه بهش میزنم. یک مقداری که اینا تفت خوردن دیگه وقت این میرسه که مرغمونم، تیکه مرغ رو بهش اضافه کنیم. اینم 3 تا رون بودش من خوردش کردم و به تیکه این شکلی درش آوردم. خب حالا من میذارم که این مرغم تقریبا یه 5-6 دقیقه با این تفت بخوره و کاملا رنگش عوض بشه و تو قسمت بعد ادویه اضافه کردنش هم بهتون میگم. خب من اون بسته ادویه‌مون رو وا کردم. بعد من میدونم که تو هر کشوری هم شما باشید این فیلم رو این ادویه رو به راحتی میتونید پیدا بکنید، چون تو تمام دنیا ادویه کاری وجود داره و این هم یکی از مشخصات ادویه کاری. خب حالا من الان مرغم رو میتونید بگیرید، نگاه کنید مرغم کاملا رنگش عوض شده، با پیازم تفت خورده. ببینید برای هر یه دونه مرغ من یه پرس یه دونه پیاز دارم. حالا این پیازها حل میشه و یه لعاب خیلی خوب به غذا میده. گاهی اوقات من دیدم که خودشونم بیشتر از این حد پیاز میزنن. خب حالا نگاه کنید من یه قاشق اینا رو هم میبینید داخلش، اینا آلو هندیه ولی آلوهاش به اون صورت شیرین نیست، ولی خب جزء مشتقاتش هست. اینایی که میبینید گل میخک، میخک داخلش هست. این یه ادویه کامل کامله. بهتون گفتم هلم داره میبینید، ولی خب هلاش میگه من خب این الان فکر میکنم کفایت میکنه. 2 قاشق پر، یعنی من دقیقا نصفیشو برای 3 پرسی که میخوام درست کنم ریختم. حالا توی این مرحله ادویه رو فقط یه تفت کوچیکش میدم، نمیخوام ادویه‌ام بسوزه. ببینید توی این مرحله که تفت خورد میایم سراغ ربمون.
برای این غذا خواهشن از یه رب خیلی خوب استفاده کنی. رب ما حالا تعریف از رب خود نباشه، خیلی کیفیتش عالیه و فکر میکنم با دونیم قاشق کاملا رنگش قرمز میشه. ولی اگه شما خواستید رب، ببینید رب قرمز و غلیظه، حالا اگه شما تو اختیارتون نبود ربی که خوب رنگ بده میتونید هم مقدار رب بیشتری استفاده کنید، ولی خیلی مهمه که این رب تف بخوره و صاف بشه. یعنی قبل اینکه ما آب جوش رو بخوایم به این موادمون اضافه بکنیم کاملا اینو تفتش میدیم و میذاریم که رو باز بشه. خب حالا توی این مرحله این غذای تریدیشنال هندی، یه غذا سنتیه، ماست هم بهش اضافه میکنم، تقریبا یک قاشق هم ما بهش ماست اضافه میکنیم. بذاریم من این قاشق هم بشیرم. من بدون ماست هم درست کردم ولی اون خوشمزگی رو نداره، واقعا تاثیر عجیبی این ماست داخل این میکنه. حالا ممکنه براتون سوال پیش بیاد ماستش کم چرب باشه، پر چرب باشه، اصلا مهم نیستش، ما میخوایم همش یه قاشق ماست استفاده کنیم. اینم یه قاشق ماست توی مرحله بهش اد میکنم. ماستم باید یه تفت کوچیک بخوره برای اینکه ببره، وقتی که میبره خودش رو ول میکنه و تو تمام این غذا پخش میشه. خب الان فکر میکنم که دیگه این آماده است و تو این مرحله حتما دقت کنید از آب جوش استفاده کنید. تو این مرحله من آب جوشم اضافه میکنم بهش، چه اندازه؟ به اندازه که روی مرغم رو بگیره. دقیقا موادش عینن همون مواد لوبیا پلو میمونه، نمیخوام زیاد شور بشه و نه اینکه زیاد سفت بشه که با برنج مخلوط نشه. خب حالا این مواد من آماده است، مرغم تقریبا باید 90% بپزه. اگه شما مرغ رو زیاد بپزید وقتی که داخل بخار برنجم بره ممکنه که واز بره، من نمیخوام این مرغ از استخون جدا بشه یا اینکه پرپر بشه وسط گوشت. خب حالا شعله اینو من روی شعله خیلی مناسب و کم میذارم و درشو میبندم تا آماده بشه. تقریبا حدود 25 الی 30 دقیقه طول میکشه که چون این مرغا تیکای کوچیکن بپزه و آماده بشه. خیلی دقت بکنید که آبش خوش نشه و ته نگیره، اگه ته بگیره طعم سوختگی میده، باید همه رو بریزید بیرون. تون تون بهش سر بزنید، درش رو بکنید، همش بزنید، بعدم سعی کنید که مطمئن باشید که دقیقاً مایتابتون وسط شعله قرار گرفته. این غذا رو امتحان کنید. ایرانی ها عادت دارن که غذای دیگه وارد زنجیره غذاییشون نمیکنه. منم تو سالهای اولی که از کشور خارج شده بودم خیلی مقاومت میکردم برای اینکه غذای جدید تجربه نکنم و واقعا هم دوست داشتم، ولی با تجربه کردنش به غذای جدید علاقمند شدم، کورس‌های مختلف رفتم و رشته‌های مختلف آشپزی رو یاد گرفتم و سعی می‌کنم چیزی رو که در اختیار دارم در اختیار شما به راحتی قرار بدم. خب حالا وقتی که آماده شد برنجمو من آبکش می‌کنم و موقع میکس کردنش بهتون میگم که چیکار. خب من این سس رو کنار گذاشتم. وقتی که این غذا رو سرو می‌کنن تو خیلی از رستوران‌ها هندی این سوسش رو براتون میارن و خیلی هم نمیارن، ولی کاری که من میکنم همیشه درست میکنم، سوسش هم کنارش میذارم. گاهی اوقات برنجش خوب نرم نمیشه و خشک، وقتی که سوسش رو بهش میزنی واقعا خوشمزه میشه. این هم نزدیک برام میگیری، این کاملا میبینید کاملا میشه باتر چیکن هندی هم میمونه، کاملا موادش روشه، روغنش کنارشه و اینو یک مقداری من همیشه زیاد میذارم و موقع پختم سروش میکنم. مرغم هم پخته ولی نه اونجوری که له بشه، واز بشه. اولین کاری که میکنم من تدیک براش گذاشتم برای اینکه برنجم هدر نشه و اولین کاری که میکنم یه نزدیک میگیری برای برنج، فقط این وسط بریزید، اصلا کناره ها نبرید. اگه میخواید برنجتون
به دیوارها حروم نشه، چون ما نمیخوایم از این تدیک درست کنیم. یک مقداری از برنج میریزم و نمیکوبمش. اگه اینو بکوبید برنجا همه به هم دیگه میچسبه و حالا وقت موادشه. برنج هم خیلی زنده برداشتم چون این موادش خیلی زیاده و حالت دمپختک خودمون میشه وقتی که میپزه. غذا پختن تو مقیاس زیاد خیلی کار راحتیه. به نظر من غذا پختن تو خونه خیلی کار سختیه. برای من که خیلی سخت میاد. پس با ابزارهای صنعتی کار کردم. کار کردن تو مقیاس خونگی، اندازه های خونگی. اینه کسی میبینه که تازه داری کار یاد میگیری. مثلا برای یه پرس پختن من خیلی راحت تر میتونم 50 پرس رو بپزم تا اینکه بخوام 2 تا پرس درست بکنم. خب این از این و میایم سراغ مرحله آخر. هیچ وقت هم آبکش رو روی قابلمه نکوبید، به خصوص کسایی که آشپزخونه های بزرگ دارن. وقتی که میکوبی برنج تهنشین میشه و به هم دیگه میچسبه، خوب دون در نمیادش. اگه بخواد یه چلو کبابی در بیاری. سسش هم کفایت میکنه. من در اینو میذارم و اول شورش رو یک مقداری زیاد میکنم، اجازه میدم بخار بکنه و بخار که کرد دمکنی رو میذارم روش. وقتی که دم کشید من دم کشیدش هم براتون فیلم میگیرم و میذارم تا قسمت بعد. خب غذامون آماده شد، کشیدمش تو بشقاب و اینم سسش. اگه از نمای نزدیک بگیری ببینید برنجا کاملا دونه و مرغا داخلشه و اینم مقداری از سس که همیشه من زیاد درست میکنم و کنارش سرو میکنم. امیدوارم که این غذا رو بپزید و از خوردنش لذت ببرید و تنها خواهشی که از شما دارم فیلم های ما رو تو اپلیکیشن های دیگه اشتراک گذاری کنید و این مژده‌ام بهتون بدم که تقریبا تا چند وقت نزدیک دیگه الان چنلش رو درست کردیم و کاراش رو کردیم، چنل پرژین کوکینگ کورس، و فیلمامون رو اونجا میذاریم و فیلم های جدید رو میتونید تو اونجا ببینید. امیدوارم که این فیلم هم مقبول حضورتون واقع شده باشه. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.